سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام متحد برجسته پرزیدنت ترامپ پیشنهادی برای ایجاد تحولی مهم در روابط آمریکا با اسرائیل داده است که بر سیاست‌های دو کشور در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز اثر می‌گذارد. همکارم مایکل لپین خبرنگار صدای آمریکا که در جلسه‌ای که سناتور گراهام این پیشنهاد رو مطرح کرد حضور داشت، حالا همراه ما. مایکل، پیشنهاد سناتور گراهام چه بوده؟ خب سناتور گراهام، لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه دیشب در هتل واشنگتن بود که میزبان مراسم شام سالانه یک مؤسسه پژوهشی حوادر اسرائیل به نام بنیاد حقیقت خاورمیانه بود سخنرانی کرد. اون در سخنانش در این مراسم گفتش که میخواد آمریکا و اسرائیل یک پیمان متقابل دفاعی مشابه با پیمان آمریکا با کشورهای عضو ناتو رو منعقد کنه. من بعد از این سخنرانی ازشون پرسیدم که چرا فکر میکنه یک چنین پیمانی ضروریه. It's been a long-standing goal of mine to go ahead and solidify the relationship. We have treaty. هدف همیشگی من استحکام روابط آمریکا اسرائیل بوده است. ما در پیمان‌هایمان با کشورهای مختلف تعهداتی داریم. اعضای ناتو و دیگران، به عنوان مثال تایوان، می‌خواهم جهان بداند آنهایی که می‌خواهند کشور اسرائیل را نابود کنند، با آمریکا مواجه خواهند شد. اسرائیل در جایی که تروریست پوزونی می‌گیرد، قابل اتکاترین دموکراسی است. تبادل اطلاعات با اسرائیل ما را امن نگه می‌دارد. ما از توسعه فناوری نظامی آنها بهره می‌گیریم. و من می‌خواهم ایران و دیگران که شعار مرگ بر اسرائیل می‌دهند بدانند تلاش برای تحقق این شعار به نابودی خودشان منجر می‌شود. این گونه جهان امن‌تر می‌شود. هر مسلمان معتدلی از این استقبال خواهد کرد. زیرا اگر هدف شما نابودی اسرائیل باشد، ما با شما مقابله می‌کنیم. اگر هدفتان همکاری با اسرائیل برای صلح باشد، ما از شما حمایت می‌کنیم. خب من در مورد پیشنهاد سناتور گراهام در مورد توافق پیمان آمریکا و اسرائیل در برنامه 9 شب امشب، برنامه خبر 9 شب، مطالب بیشتری رو ارائه خواهم کرد. بله، سپاس از حضور.